درود بر شما. برنامه جامعه مدنی با خانم دریا صفائی، فعال مدنی. این هفته دفاع از حضور زنان در ورزشگاه‌ها. میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و زیر 23 سال والیبال آسیا از ایران گرفته شد. سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران در گفتگو با ایسنا با اظهار تعجب از پس گرفتن میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و زیر 23 سال آسیا گفت: نمی‌دانم چرا این میزبانی‌ها را گرفتند و در سکوت کشورهای مسلمان به میانمار دادند. خب باز ادامه میده که نمیدانم چه اتفاقی افتاد که دو میزبانی دیگر را هم از ایران گرفتند. مورد قبلی چی بود که آقای درخشنده میگه دو میزبانی دیگر هم از ایران گرفتن؟ در حالی که چندی پیش در کنگره جهانی 2014 والیبال در ایتالیا میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2015 به ایران داده شده بود، کمیته مسابقات فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون والیبال ایران ضمن عذرخواهی و تشکر از ایران به خاطر پذیرفتن میزبانی این مسابقات اعلام کرد که کشور آرژانتین به عنوان میزبان این رقابت‌ها معرفی شده است. فدراسیون جهانی والیبال FIVB نامه‌ای هم می‌فرسته به حسن روحانی و دو خواسته توش مطرح می‌کنه: یک، قنچه قوامی از زندان آزاد شود. دو، به زنان حق شرکت در ورزشگاه ها داده شود. در غیر این صورت ممکن است ایران از میزبانی لیگ جهانی محروم شود. این نامه ها مال 18 آبانه. قنچه قوامی را حتما میدونید که روز 30 خرداد رفته بود بازی ایران ایتالیا رو تو ورزشگاه 12000 نفری تماشا کنه، با 10 زن دیگه میگیرنش، بعد چند ساعت آزادش میکنن، مثل بقیه که گرفته بودن بعدن میره وسایلشو بگیره. میبینن تابعیت انگلیسی هم داره، چون خب دانشجو تو انگلیس، میگیرنش میذارنش زندان انفرادی که بعد با اعتصاب قضای خودش تو زندان و فشارهای بین المللی بالاخره دوم آذر با وثیقه آزادش میکنن. موضوع پرونده قنچه قوامی مال این برنامه نیست و ما خب قبلا بارها و بارها در این باره صحبت کردیم. الان داریم روی همین ماجرای والیبال و چگونگی فعالیت مدنی در عقب روندن حکومت ایران که داره با این موضوع بازی میکنه که توضیح میدم چرا صحبت میکنیم. یه نکته در پیوند با زندانی شدن قنچه قوامی بسیار مهم است در همین رابطه، اینه که مسئله قنچه قوامی با راه ندادن زنها به ورزشگاه ها در ایران از وقتی قنچه قوامی رو گرفتن به هم کاملا گره خورد. حالا قنچه قوامی رو آزاد کردن تا فدراسیون جهانی والیبال عقب نشینی بکنه، چون که خواستاش این بود دیگه، و دوباره میزبانی ها رو بده به ایران. ولی بعد از آزادی خانم قوامی هم باز میبینیم که خبر محروم کردن ایران از میزبانی دو رویداد ورزشی والیبال دیگه مطرح میشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی ظاهرا این موضوع رو جدی نگرفته هنوز و این فشارهای جامعه مدنی است که مدام او رو به عقب میرونه. میبینین حالا، وگرنه خودش که نمیخواد عقب نشینی کنه از ممنوعیت ورود زنا به ورزشگاه ها. میگم خودش نمیخواد، بذارین نمونه بگم خدمتتون. 20 آبان شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک میاد میگه مشکلی در ایران با حضور زنان در ورزشگاه ها وجود نداره. ها، فرداش یعنی 21 آبان زنا رو راه نمیدن به ورزشگاه. تجمع 21 آبان جلوی در ورزشگاه. در دومین هفته از رقابت‌های لیگ برتر والیبال پیکان در خانه میزبان تعاون گنبد بود. در حالی که تماشاگران زیادی برای تماشای مسابقه به خانه والیبال تهران آمده بودند، نیروهای حراست از ورود خانم‌ها جلوگیری کردند. اما انبوه تماشاگران خانم ساعت‌ها پشت در سالن والیبال در خیابان حجاب تجمع کردند و شعار دادند. خب باز 5 آذر حدود 40 نفر از بانوان علاقمند به والیبال میرن برای تماشای مسابقه پیکان و ارتعاشات صنعتی سالن، همون سالن، سالن خیابون حجاب تهران. راشون نمیدن، مامورا میگن نمیتونین برین تو. یعنی چی؟ یعنی هیچی عوض نشده. نتیجه کمتر از 2 هفته بعد سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران میاد اعلام میکنه که
نمیدونیم چی شده که دو تا میزبانی دیگر هم از ایران گرفتن، یعنی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و زیر 20 سال والیبال آسیا. خب برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن عملی این اصل ساده حقوق بشر، یعنی تبعیض نذاشتن بین زن و مرد تو ورزشگاه‌ها، همین فشارهایی که آمد به جمهوری اسلامی بی خودی نبوده که صدها ساعت حداقل کار جدی فعالان حقوق مدنی پشتشه. نمونه کسایی که تو این زمینه بسیار فعالیت کرده و موفق بوده دکتر دریا صفایی است، دندانپزشک ایرانی مقیم بلژیک، که من از ماه ژوئیه همراه با خانواده‌ام به مسابقات ایتالیا رفتم. از اون لحظه ما شروع کردیم به ساختن بنرهایی که روی اون نوشته شده بود اجازه بدید زنان ایرانی وارد ورزشگاه‌های خودشون بشن. بسیار مورد استقبال قرار گرفت در ایتالیا، به حدی که رسانه‌های ایتالیا موقعی که بازی تموم شد اومدن از من خواهش کردن که وقتی که بروتو مربی تیم ملی ایتالیا میخواد صحبت کنه در تلویزیون، من با بنرم پشت بروتو قرار بگیرم که در واقع این بنر در تلویزیون نشون داده بشه. و من تمام این فیلم ها روی یوتیوب هم هست، تمام مدتی که بروتو صحبت میکرد من پشتش بودم و این بنر رو نشون دادن که زنهای ایرانی رو بگذارید وارد ورزشگاهشان بشوند. و از کارهایی که توی سفرم تو ایتالیا کردم، دیداری داشتم با شورای شهر فلورانس در ایتالیا و اونها هم یه اعلامیه صادر کردن برای حمایت از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها در ایران. خب بذارین یه نکته رو بگم تا بعد صحبت های خانم دریا صفایی رو بشنویم ادامه صحبت هاشون. تو غرب اروپا و آمریکا هم تو دیدن این مقام و اون وزیر و این وکیل احتیاج به پارتی و رشوه و داستانایی که جاهای دیگه دنیا ممکنه رواج داشته باشه که البته در ایران اصلا رواج ندارد، به هر حال تو غرب میتونین تقریبا به سادگی شما مقامات رو ملاقات کنین. مهم این است که بتونین از دیدار با مقامات استفاده درست بکنین، کاری که خانم دریا صفایی خوب پیش برده. وقتی که برگشتم بلژیک، خب طبیعتاً مسیری بود که آغاز کرده بودم و علاقه من بودم که ادامه بدم. با چند تا از رئیس‌های فدراسیون‌های اروپا نامه‌نگاری کردم، شروع کردم به نامه‌نگاری که زن‌های ایران نمیتونن به ورزشگاه‌ها برن و خوشبختانه از بسیارشون پاسخ دریافت کردم، از اینکه کاری کمکی از دستشون بر بیاد برام انجام میدن. و از جمله کارهایی که کردم این بود که به توسط همین رئیس فدراسیون والیبال بلژیک رفتم دیداری داشتم با تیم ملی والیبال بلژیک و مربی تیم ملی، که تونستم یه فیلم کوتاهی تهیه کنم که اونم روی یوتیوبم هست در حمایت بازیکنان تیم ملی بلژیک برای ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌هاشون، که میگفتن که اصلا بسیار دردآور دیدن همچین چیزی، امیدواریم به زودی این مشکل حل بشه و حمایت خودشون رو اعلام میکردن. بعد مسابقات والیبال در لهستانه که اونجا دریا صفایی در واقع بیشترین توجه رو به عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایران میتونه جلب بکنه و قضیه به طور گسترده رسانه‌ای میشه و رادیو تلویزیون‌های لهستان خیلی گسترده پوشش خبری میدن این قضیه رو، اصلا جهانی میشه مسئله. اونجا من تصمیم گرفتم یک کار نوینی انجام بدم. این بار اعتراض خودم رو با چاپ یک سری تیشرت هایی بیان کردم، یعنی یه سری تیشرت های سفیدی که روش به مشکی نوشتم Let Iranian Women Enter Their Stadiums، بگذارید زنهای ایرانی وارد ورزشگاه‌هایشان شوند. و این تیشرت ها مورد استقبال خیلی زیاد، خیلی گسترده اونجا. هر کس منو میدید یکی از این تیشرت ها میگرفت، سریع تنش میکرد، دوست داشتن سریع عکس بگیرن و خیلی استقبال کردن. در حقیقت اونجا بود که بعد از اینکه بازی تموم شد من با رسانه‌های مختلف، رسانه‌های لهستان اومدن سراغم و با من مصاحبه کردن که از اون
جمله تلویزیون پلسات لهستان بود و گازتا بیبورچا از مهمترین روزنامه ها معتبرترین روزنامه های لهستان بود که سفر بسیار خوبی بود برای اینکه به جهانیان در حقیقت بیان کنم که زنان ایرانی خواستار رفتن به ورزشگاه ها هستند. فقط مشکل اینه که دولت و حکومت حاکم اجازه این ورود به ورزشگاه ها رو نمیده. خب چند روز بعد از این ماجراهاست که قنچه قوامی در تهران بازداشت میشه. پس از اون باز دو هفته بعد بود که یک سری مسابقاتی در لهستان در شهر لوتس برگزار می شد که من در این مسابقات هم باز سفری داشتم به لهستان و من این بار یک بنری تهیه کردم در رابطه با قنچه و این بنر رو بردیم توی ورزشگاه و همچنین پوسترهای از قنچه تهیه کردم. در حقیقت تمام تلاشم این بود که قنچه رو به رسانه ها معرفی کنم و این گونه در حقیقت هم پشتیبانی مواظبتی بشه برای قنچه که در زندانه چون هرچی معروفتر می بود در حقیقت خطر آسیب دیدنش کمتر می شد و همین که به جهانیان بگم که ببینین زنهای ایرانی چگونه دنبال حقوق ابتدایی خودشون می دوند و همچنان با اراده تمام این مسائل رو دنبال می کنند و خواهان ورود به ورزشگاه ها هستند و بسیار با مصاحبه های مختلف این مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه و مسئله زندانی بودن قنچه به دلیل فقط خواستن دیدن مسابقات از نزدیک در تمام رسانه ها پخش شد، یعنی حالتی که هر زبانی این مقاله های من خبر رو میتونستین به زبان های حتی از آمریکای جنوبی، از گواتمالا، چینی، ژاپنی، عربی، از لبنان به زبان‌های مختلف این اخبار ترجمه می‌شد و در حقیقت اینجا نقطه فشاری شد برای اینکه حقیقتاً فدراسیون هم اطلاع پیدا کنه از اتفاقاتی که در جریان و احتمالاً نمی‌دونسته. چون من یکی از مهمترین کارهایی که در لهستان در آخرین سفرم انجام دادم دیداری بود با بوریچیچ که در واقع نایب رئیس FIVB هستش و من در اون دیدار فرصتی پیدا کردم تا براشون توضیح بدم که در حقیقت زنهای ایرانی نیستند که در خونه نشستند، اینها اجازه نمیدند که زنهای ایرانی به ورزشگاه ها برن و بیان کردم به این که اینها به دروغ برمیگردن، میگن که ما هر کشوری فرهنگ خاص خودشو داره و همه کشورها باید مورد احترام قرار بگیرن و اینکه ما فرهنگمون چطوریه نباید باعث شه که شما ما رو قضاوت کنین. و من اونجا بود که این اخبار رو ترجمه کردم، چیزهایی که داورزنی یا افشار دوست گفته بودن و گفتم که این مسائل حقیقت نداره، زنهای ایرانی علاقمند به شرکت در ورزشگاه و دیدن مسابقات از نزدیک هستند. اونجا آقای بوریچیچ من رو به گرمی پذیرفتند و به من گفتند که بسیار از این مطلب متاسفند، گفتن که این مسابقات این دوره رو با زیبایی تمام می‌کنیم و تمام تلاشمون رو از ماه نوامبر رو شروع خواهیم کرد. بله و همون اول نوامبر، اولین روز نوامبر ماه گذشته میلادی یعنی دهم آبان، فدراسیون جهانی والیبال اقدام کرد. FIVB یک جلسه گذاشت که در اون 210 نفر از رؤسای فدراسیون‌های والیبال تمام دنیا شرکت داشتند و آری گراچا که رئیس فدراسیونه به صراحت به وضوح بیان کرد که مهمترین خواستش از فدراسیون والیبال ایران ورود زنان به ورزشگاه‌ها و آزادی قنچه قوامیه، یعنی جایی برای شک و ابهام نذاشت که این مهمترین خواسته ماه و گریزی از اون نیست اگر که میخوان طبق شرایط جهانی با میزبانی شما برخورد بشه. فیسبوک ما facebook.com خط مورب VOA مدنی و ایمیل ما jamiemadani@voanews.com. شب و روزگار خوش.